من از همه تشکر از کسایی که اینجا هستن تشکر میکنم که این دغدغه رو داشتن که در واقع برای کشورشون آزادی بخوان. من تشکر میکنم که اومدیم اینجا و خواهان این هستید که اروپا و به خصوص آلمان روابط اقتصادیشو با ایران قطع کنه. چرا؟ برای اینکه در قانون اساسی آلمان هست که آزادی بیان برای هر فردی و آزادی ادیان و مذاهب برای هر فردی آزاده وجود داره. اما این قضیه برای کل بشره، نه فقط برای مردم آلمان یا کسانی که در آلمان زندگی میکنن. اگر آلمان به این قضیه اعتقاد داره، باید روابطش رو با ایران قطع کنه، به دلیل اینکه در حال حاضر در ایران به هیچ گونه موردی بر نمیخوریم که فرد در تضاد با رژیم ایران صحبت کنه و حقوقش رعایت بشه. در حال حاضر ما فعالین کارگری داریم که فقط برای کارگرانی که ماها حقوقشون رو نگرفتن فعالیت کردن و الان در زندانن. ما زنانی رو داریم که فقط برای حقوق اولیه خودشون اعتراض کردن، صرفا حجابشون رو برداشتن و الان در زندانن. ما افرادی رو داریم که برای حقوق کودکان کار تلاش کردن و الان در زندانن. این یعنی که هیچ رعایت حقوق بشری در ایران نمیشه. ما از کشورهای اروپایی خواهانیم که روابطش رو با ایران قطع کنه یا حداقل فشاری بیاره که ایران نتونه این همه آزار و اذیت به فعالین حقوق بشر بیاره. چند روز پیش توی هفته گذشته برای زنان و مردان جوان کشور من ایران که هر کدوم بین 19 تا 30 سال سن دارن، 19 سال زندان حکم بریده شده، 20 سال حکم بریده شده، 23 سال حکم بریده شده. به چه جرمی؟ فقط به جرم این که گفتن ما آزادی در واقع آزادی انتخاب میخوایم، آزادی مذهب میخوایم، دلمون میخواد که یک رژیم دموکرات داشته باشیم. چرا نباید کشورهای اروپایی از مردم ایران حمایت کنن؟ چرا نباید فشار بیارن و اجازه ندن که ایران این فعالیت رو انجام بده؟ من اسامی تعدادی رو میخونم. این اسامی کامل نیستن اما در حال حاضر تحت فشارن و در زندانهای ایران به سر میبرن. سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، ساحل عربی، ناهید بهشی، ندا ناجی، مرزی امیری، عاطفه رنگرف، انیشا اسداللهی، شکوفه یدالله، نازیده نوری، الهام احمدی، شیما انتصاری، سیما انتصاری، سپیده مرادی، محمد حبیبی، محمد بهشتی لنگرودی، هومن جوکار، مراد تاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، ظاهر قدیریان، امین حسین خالقی، عبدالله کوپایه. من این 10 تا اسم آخری که خوندم همه فعال محیط زیست بودن. فعالای محیط زیست میخواستن ایران رو نجات بدن از بیابی. چرا اینا باید الان در زندان باشن و 20 سال حکم زندان داشته باشن؟ امیر امین‌قلی، اسماعیل عبدی معلمه، روح الله مردانی معلمه یک کشوره، مشگان کشاورز فعال حقوق زنانه، سعید شیرزاد، مانی عربشاهی، اسماعیل بخشی، آرش صادقی، یاسمن آریانی، آتنا دائمی، اسماعیل بخشی، لیلا حسینزاده. این لیست کامل نیست. خانواده های اینا از من همه مردم ایران کمک خواستن که بچه هاشون 20 سال 30 سال تو زندان نمونه. یا با حمایت اقتصادیشون از ایران و حمایتی که میکنن فقط به منافع اقتصادی خودشون فکر میکنن و همینجور زون در ایران رشد پیدا میکنه. شما چطور برای دیکتاتوری خودتون جنگیدین و آلمان شرقی رو از خرج جدا کردین؟ چرا نمیخواید دیکتاتوری در ایران تموم بشه؟ ما کمک میخوایم مردم ایران و میخوایم که فقط آزادی در ایران شکل بگیره. من از همه کسایی که اینجا هستن و میخوان که اروپا و آلمان روابط شما ایران قطع کنه سپاسگزارم. آفرین.